این لباسم خوبه؟ خودم راحت نیستم توش درست راجع به بقیه اوکی نیست فکرم نمیم نظر بقیه مهمه؟ این قضیه که وقتی ما پیش بقیه هستیم سعی میکنیم خودمون رو با اعتماد به نفس بیشتری نشون بدیم تقریبا برای همه واضح و روشنه. چرا؟ چون جز این چاره دیگه ای نداریم. مردم بیشتر از اینکه فکرشو بکنی علاقه داشتن. وقتی ما اعتماد به نفس بیشتری از خودمون نشون میدیم بقیه به صورت ناخودآگاه فکر میکنن که ما جایگاه اجتماعی بالاتری داریم. به همین خاطر جوری که لباس میپوشید، صحبت میکنید، وای میستید یا حتی رو صندلی میشینید خیلی مهم میشه. یعنی من الان اینجوری نشستم، یه حالت داشت ماشین نشستم، من الان خودم میام تنظیمش میکنم به این حالت میشینم. همه ایناست که در کنار هم دیگه رفتارهای دیگران رو با شما شکل میده. ولی یه نکته عجیب اینجاست. اونم اینه که خیلی از ما نسبت به خود واقعیمون و فردی که به دیگران نشون میدیم، گاهی اوقات احساس دوگانگی میکنه. چون مهم نیست که چقدر به خودمون میرسیم. انگار ما داریم یه نمایش اجرا میکنیم ولی در زندگی واقعی اصلا اون اعتماد به نفسی که نشون میدیم و نداریم. انگار یه ماست تو صورتمون گذاشتیم. ماست نه ماست. مشکل داستان اینه که ما هر چقدر بیشتر به چیزی که نیستیم وانمود میکنیم تشخیص مصنوعی بودن رفتارمون برای دیگران راحت‌تر میشه. آدما راحت‌تر چیزی که فکر میکنی میفهمن که رفتارهای ما واقعی نیست. فهمیدن خنده‌های الکی واقعا راحته. دلیل اینکه خیلی از ما اعتماد به نفس کافی نداریم اینه که ما ناخودآگاهمون رو نمیشناسیم. ما معمولا تو قضاوت کردن دیگران خیلی خوب عمل میکنیم. در وقتی نوبت به خودمون میرسه نظرمون دقیقاً همین روشو پیاده میکنه. ما دائما در حال قضاوت خودمون هستیم. قضاوت افکار، احساسات، همه عادتایی که داریم. این داستان قضاوت کردن بدون اینکه ازش آگاهی داشته باشیم همیشه در ناخودآگاهمون داره اتفاق میفته. ضمیر ناخودآگاهمون چه بخوایم چه نخوایم همیشه ما رو زیر نظر داره و سبک زندگی الانمون رو با زندگی ایدئالی که طبق ارزشمون است مقایسه میکنه. و هر چقدر زمان بیشتری میگذره ضمیر ناخودآگاهمون اطلاعات بیشتری از خودمون جمع آوری میکنه. اگه گفتین اطلاعاتو برای چی استفاده میکنه؟ آفرین. برای اینکه به ما بگه چه احساسی باید نسبت به خودمون داشته باشیم. دقیقاً مثل اطلاعاتی که از دیگران جمع‌آوری می‌کنه تا اونا رو قضاوت کنه. هر چقدرم که ما بیشتر برخلاف ارزش شخصیمون زندگی کنیم، روز به روز احساسات بدتری نسبت به خودمون پیدا می‌کنه. این احساسات بد باعث میشه که دیگه هیچ اعتماد به نفسی برامون باقی نمونه. دیگه اصلا خودمون رو نبینیم. و همه اینا باعث می‌شن که ناخودآگاهمون به این یقین برسه که ما سبک زندگی غلطی داریم. و مدام برای خودت تکرار کنی یه روز پول دادن آدم جوان میشم، هیچ کاری نیست که نتونم انجام بدم. میتونی مقررات رو بخوای بزنی. چیز بدی نیست ولی مخ ناخودآگاهت نمیتونی بزنی. بذار خیالت رو راحت کنم. اون به این راحتی ها گول نمیخوره. حالا تو ناامید نشو. اگه تو آینه به خودت نگاه کنی و یه چیزی بگی ولی برعکسش عمل کنی، ناخودآگاهت گول نمیخوره. اون همیشه باهاته. مثل این مأمور FBI زیر نظرت داره. حتی دقیق‌تر. ناخودآگاهت به خودش میگه واو. ول. این یارو حرفای خودشم جدی نمیگیره. به حرفای خودشم عمل نمیکنه. ناخودآگاهت هم احتمالا اینجا میگه که خب حالا که اینجوریه منم کمکش نمیکنم تا این خودش رو بیشتر جدی نگیره. یه کاری میکنم که همیشه خدا به خودش شک داشته باشه. چه میخواد یه کار کوچیکی انجام بده، چه میخواد با دو نفر صحبت کنه، چه میخواد کار بزرگی انجام بده، چه میخواد دیگه اصلا هر کاری بکنه، من اینو جدی نمیگیرم. چون وقتی حرف خودش رو جدی نمیگیره من چرا جدی بگیرم؟ این همون چیز موزیانیه که در مورد ناخودآگاهمون نمیدونیم. این کاری که ناخودآگاهمون با ما میکنه باعث میشه تقریبا روی همه زندگیمون تاثیر بذاره. روی مودی که هر لحظه داریم، روی هر طرز رفتاری که نسبت به خودمون داریم، روی هر چیزی که فکرشو بکنی تاثیر میذاره. پس باید همیشه حواسمون به رفتارمون باشه چون ناخودآگاهمون همیشه با ماه. مثل اون FBI همیشه ما رو زیر نظر داره. خب پس نیازی نیست که بگم کلید داشتن اعتماد به نفس دست دیگرانه. اینطوری نیست واقعا. ما بیشتر اهمیت دادن به نظر بقیه اعتماد به نفس بالاتر میگیری و اعتماد به نفس تو قرار نیست بالاتر بره اگه بقیه نظر بدن راجع بهش. ما باید رابطمون با ناخودآگاهمون رو بهتر کنیم. کلید ماجرا اینجاست. جای غلطی نباید دنبال کلید باشیم. ما باید با ناخودآگاهمون رفیق بشیم. نمیدونم الان داریم با خودمون میگیم کیا چی میگه امروز. ولی اگه با این ایده حال کردین میخواین رابطتون رو با ناخودآگاهتون بهتر کنید، یه راه عالی برای بهتر کردن رابطه وجود داره. باید مثل بقیه رابطه‌ها که وقت بذاری طرفو بشناسی، اینجا هم باید وقت بذاری تا خودتو بشناسی. تا ارزش زندگیتو کشف کنی و بفهمیشون. تا بتونی بیشتر و بهتر طبق اون زندگی کنی. پس باید یه وقتایی رو برای خودت خالی کنی. چند تا سوال کلیدی از خودت بپرسی. وقت تلف نکن. همین الان برو کاغذ قلم بردار بیار اینجا. حالا از خودت بپرس من دوست دارم چجوری آدم باشم. چجوری میتونم یه جوری زندگی کنم که به اون زندگی افتخار کنم. منظورم کاملا حس درونی خودت و نه حس دیگران نسبت به تو. خود ایدئال من چه عادتایی داره؟ اگه الان خود ایدئالم بودم چجوری با دور و بریام صحبت میکردم؟ وقتی که تنها بودم چجوری وقت میگذروندم؟ آیا خود ایدئال منم تو زندگی اشتباه میکنه؟ اگه آره چجوری سعی میکردم با اشتباهاتم کنار بیام؟ آیا ازشون درس میگرفتم تا از اون درس بتونم تو زندگی استفاده کنم؟ جواب دادن به این سوال باعث میشه که یه سری واقعیت رو نسبت به خودت بفهمی. تا به امروز نمیدونستی اینا رو. قراره از امروز اینا رو بدونی و این باعث میشه بخشی از ارزشات رو کشف کنی که تا به امروز دونسته یا نادونسته ازشون پیروی میکردی. اون ارزش ها همیشه تو ناخودآگاهت بودن. ناخودآگاهت همیشه در حال مقایسه کردن کارات و رفتارات با اون ارزش بوده و هست. پس خیلی مهمه که کمی زمان بذاری ببینی از نظر تو چی باعث میشه که با یه آدم خیلی حال بکنی یا چی باعث میشه یه آدم خیلی بدت بیاد. اینجا شانس خیلی خوبی داری تا حقیقتای رو راجع به باورهای درونیت کشف کنی. گاهی باورهایی داریم که درست نیستن و باید کمی تغییرشون بدی. تو ارزشای بهتر و انتظارات واقعی
وحشیانه تری نسبت به خودمون داشته باشیم. پس بعد استارت کارو بزنیم و سوالات از خودمون بپرسیم. یادمون نره که به سوالات باید جواب واقعی و شفاف بدیم. وقتی جوابمون کامل شد، وقتی این میرسه که بریم با کسی که راجع به مسئله تخصص داره صحبت کنیم و سعی کنیم بفهمیم که آیا توی زندگی ارزش‌های درستی برای خودمون انتخاب کردیم؟ آیا انتظاراتی که از خودمون داریم واقعیه؟ اگه می‌خوای حس خوبی نسبت به خودت داشته باشی، باید رفتارها و کارهایی که انجام میدی با ارزش بخونه. و برای اینکه اتفاق بیفته، یا باید رفتارات رو عوض کنی یا ارزشات رو. وقتی که استارت کارو می‌زنی، می‌فهمی که چقدر زندگیت داره تغییر می‌کنه. زمانی که رفتارات با ارزش ناخودآگاه همخوانی پیدا می‌کنه، حس خوبی نسبت به خودت پیدا می‌کنی، می‌تونی به خودت اعتماد کنی. تو دیگه برخلاف چیزایی که میگی عمل نمی‌کنی. رفتارات وقتی که تو جمع هستی با تنهایی فرقی نمی‌کنه. تو این لحظه احساس می‌کنی که خودتی و خودتو دوست داری. و این چیزیه که ما بهش می‌گیم اعتماد به نفس. اینکه بدون اینکه از کسی شرمنده شی، خودت باشی. چه وقتی تو جمعی هستی، چه وقتی تنهایی هستی، و اعتماد به نفس چیزیه که از شخصیتی که هستی لذت ببری. اینکه بدون اینکه بخوای از کسی عذرخواهی کنی، خودت باشی. چه وقتی تو جمعی هستی یا چه وقتی که تنها هستی. چون داری بر اساس ارزش‌های درستی که پیدا کردی زندگی می‌کنی. و اون حس خوب و اعتماد به نفسی که دنبالش بودی از اینجا میاد. خب امیدوارم این فیلم براتون مفید بوده باشه تا به اون آدمی که می‌خواید تبدیل بشید و مرسی که ویدیو دیدید.